بیشتر تصور من الان این که بالاترین هدف من اینه که اطلاعات تازه‌ای راجع به خودم یا دیگران یا محیطی که زندگی میکنم بدم. من فیلمی که اطلاعات تازه‌ای بده رو به نظر من فیلم مناسبی. خود زندگی به نظر من بیشتر تغییر ایجاد میکنه توی کار ما تا تأثیر فیلمای دیگه. شاید برای کسایی که فیلم زیاد میبینن این تأثیر رو بتونن از سینمای دیگران بگیرن، اما از اونجایی که من همیشه چشمم به زندگیه و هوش و حواسم به محیط دور و بر خود منه، تقریبا میتونم بگم که یا تحقیقا که اون چیزی که من رو تغییر میده تو سینما تجربه زندگی و محیط اطرافم، نه سینما و نه ادبیات. خب اگه انتظار دارین که من اسم کسانی رو بگم، طبیعتاً این اسما در طول مدت 50 سال کاری که 40 چند سال کاری که کردم ثابت نیست، به دلیل اینکه اونا تغییر میکنن، سلیقه های ما عوض میشن. بنابراین من معمولا اسم کسی رو نمیارم که اینا رو تأثیر پذیر بودن. یادم تا چند سال پیش دو نفر رو با اطمینان میگفتم، یکی اوزو بود و یکی باستر کیتون، ولی اخیرا که دوباره هر دو کارا رو دیدم، دیدم این بی‌انصافیه که اسم دیگران رو یادآوری نکنیم. بنابراین الان من هیچ اسمی رو به شما نمیگم، ولی میگم که مجموعه کارهایی که تا به حال دیدم، حتی یک پلان از یک فیلم بعد اگر خوب بوده، یک قطعه موسیقی از یک موزیسیانی که خیلی هم شناخته شده نیست، یا هر نوع تاثیر دیگه ای که ادبیات میتونسته که تو زندگی ما بگذاره، همه اینا میتونستن من رو تحت تاثیر قرار بده. من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلم ساز بشم. من تو ذهنم بوده که نقاش بشم. با نقاشی هم شروع کردم، ولی نقاش موفقی نبودم، نه در دانشکده نه در بازار آزاد. بنابراین از طریق نقاشی رفتم تو کار گرافیک، از گرافیک رفتم به ساختن فیلم های تبلیغاتی، فیلم های و بعد از طریق فیلم های تبلیغاتی نقاشی کردم برای کودکان، کتاب برای بچه ها، و بعد نفهمیدم چی شد که هول داده شدم توی سینما. تایتل ساختم برای فیلم، پوستر ساختم برای فیلم، کارهای گرافیک کردم، ولی هیچ وقت فکر نمی کردم فیلم ساز بشم. هنوزم البته دیر کلام بگم فیلم ساز حرفه‌ای نیستم، اما از اونجایی که کارهای متعدد و گوناگونی میکنم، مثل نجاری، مثل نقاشی، مثل عکاسی، میتونم بگم فیلمسازی هم یکی از رشته هایی است که من درش فعالم. به این سوال یه جور دیگه جواب دادم، حالا به شکل دیگه میگم، برای اینکه یادآوری کردیم من گاهی مرتکب گفتن شعرم میشم. بستگی داره به امکاناتی که برای ما فراهمه. یه موقع است که شرایط ساختن یه فیلم فراهمه، یه ایده است که قابلیت فیلم شدن داره، شرایط مناسبی برای ساخت از تهیه کننده نزدیکی به هم وجود داره، اون موقع خب فیلم سازم. اما معمولا بین این فیلم ها 2 سال فاصله میفته. تو اون دوره عکاسی میکنم، وقتی نور هست، وقتی سوژه مناسبی جلوی دوربینم هست، و گاهی شعر میگم وقتی که هیچی نیست، نه نور هست، نه امکانات ساخت چیزی هست، یه ایده به ذهنم میاد و موقع است که فکر میکنم شعر میگم. بنابراین همین کارا رو میکنم، نجاری میکنم، نقاشی میکنم، شعر میگم، عکاسی میکنم، فیلم میسازم، اما هیچ کدوم اینا حرفه های جدی من نیست. در این حالم خب این کارهایی که انجام میدم برای هیچ کس و برای خودم، بیشتر برای خودم، یا لااقل این روزا بیشتر فکر میکنم که کاری رو میکنم که راضیم بکنه، یعنی کاری که بیشتر دوست دارم. به همین دلیلم شاید از این شاخ به شاخ دیگه میرم، و اگر یه کاری خستم بکنم میرم سراغ یه کار دیگه. البته تماشاگر یا شنونده یا
همه این کارهایی که میکنم برام مهمه، اما خیال میکنم انگیزه اصلی وقتی است که دارم یک کاری انجام میدم و بیشترین لذت و بیشترین انرژی من در پایان کار به اتمام میرسه. بنابراین به بازتاباش دیگه زیاد فکر نمیکنم، چون همون موقع مشغول یک کار دیگه هستم. خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم. حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریختم، امضام پاشه است، لابد کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون من بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه. والا من این روزها بیشتر از یه دقیقه فرصت دارم. یکی از کارهایی که میکنم ورکشاپ های متعدده و گوناگونه و جاهای مختلف با آدم های مختلف. نمیدونم که هیچ وقت محدود نشدم، چون 10 روز فرصت داشتم که با اونا بگذرونم. ما حتما چیزهای گوناگونی گفته باش گفتم و خواهم گفت، اما اگر که یه دقیقه فرصت بکنم خواهم گفت. به عنوان یک دانشجو رشته فیلمسازی، اطرافتون رو نگاه کنین، خب فیلماتون رو ببینین، اما وقتی دارین میسازین دیگه به فیلم نگاه نکنین. به ادبیات زیاد ادبیات رو باور نکنین که میتونه خیلی کمکتون بکنه. بیشتر شاهد چیزایی باشین که اطرافتون میگذره، و به جای اینکه از ادبیات به سینما بیارین یا از سینما به سینما بیارین، از محیطتون و از تجربه هاتون استفاده کنیم و اونها رو به فیلم برگردونیم. It was more than one minute, but you can cut the first part. خیلی خوب. به نظر من یکی از بهترین شیوه دیدن فیلم به خصوص برای دانشجوهای رشته فیلمسازی اینه که با مجموعه کاری فیلمساز آشنا بشن. فستیوالا در معرفی فیلم ها خیلی تاثیر داشتن و دارن، اما شناخت واقعی یک دانشجو سینمایی از دیدن مجموعه کارهای یک فیلم سازه که بدون این از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و این پروسه شروع تا پایان، به نظر من یه درس خوبه برای هر دانشجوی و که در رشته سینما میخواد تحصیل بکنه یا علاقمند به سینما. اونا بهتر میتونن خودشونو بشناسن وقتی که روند 30 سال 40 ساله کار یک کارگردان رو دنبال میکنن.